بینندگان ارجمند، اکنون توجه شما را به دومین بخش مصاحبه پاهان دکتر محمد حسن کاکر، سابق استاد پانتون کابل، با خبرنگار رادیو تلویزیون آریانا افغانستان آقای شکیب علومی جلب می داریم. خب هر هم کتاب است بنابراین راجب چند چهار فصل داره. بله. اساسا این کتاب کتاب وقایع سیاسی است. راجع به کلتوری و اجتماعی وردار کمتر در وجه است چون مسائل سیاسی در اینجا بسیار جات احمل دارد. فصل اول شمو چیز واقعی را دربار میگیره که امو قسمت دوره خلقی کشتو اختلافات درونی بین زعمای خلقی مثلا بالای حفیظ الله امین از یک طرف و حفیظ الله ایچیز نورمت ترکی و اسدالله سری و غرزه صورت گرفت تا ای که امی وضع داخلیشان به حد شد که ای را امی وقایع داخلی باز شوروی را یا وادار ساخت یا خودش امی وقایع را امی جریانات افغانستان او وقت به خود بهانه قرار داد که بالاخره افغانستان مورد تهاجم قرار داد و ایواز چی شاخه خلق حزب دموکراتی خلق افغانستان شاخه پرچمش به سرکردگی چیز ببرک کارمل طوری که به تمام افغانمان رو کار بود و باز ای را یک فصل دیگه بسیار کلان است که اتحاد شوروی چرا بالای افغانستان تجاوز کرد؟ بله. همی انگیزه ها و محرکات و مقاصد و اهداف از چی بوده؟ بله. و دیگه ایست که در فصل دیگهش فقط همیست که خود همی شاخه پرچم حزب دموکراتی خلق افغانستان همی چی نوع یک شاخه، چی نوع جناح همیزی بود، چی میخواست پالیسی از اینا چی بود، اشخاص چی بودن و چرا شوروی ها از اینا چه نوع توقعات داشتن و اینا در عمل چه کردن و وقتی که شوروی ها در افغانستان آمدن این مشاورینشان یعنی عملا زمام امور از دست اینا گرفتن اینا یعنی به حیث مامورین و مستخدمین خود اتحاد شوروی مشاورین اتحاد شوروی قرار گرفتن و عملا حاکمیت افغانستان، حکومت افغانستان، دولت افغانستان به اونا سپردن یعنی کلشان بعدم تاریک پیشتر از کنم یعنی مستند است بله. چیزی از ما از خود نشته نکردیم با بسیار در این جای ایت شک نیست که شما از مؤاخذ بسیار معتبر هم استفاده کردیم و کتاب است که از تا جایی که مثلا فکر میکنم که یک کتاب وقتی یک پوانتون یک کتاب بازاری شاید تجارتی در بازار شاید هر روز چاپ شود اما وقتی که یک کتاب در یک پوانتون چاپ میشه او از نظر علمی قیمت بسیار بالا داره یعنی او باید از طرف یک یونیورسیتی یا پوانتون تایید شود که تا او قبول شود در این جای شک نیست کتاب شما بسیار یک کتاب معتبر است بخاطر که ایره چندین پوانتون ایره تایید کرده و چاپ کرده و چندین نفر از پروفیسرهای امریکایی هم ایره تایید و نظر خواهد بکن آیا این کتاب شما تنها فقط برای خارجی ها یا برای امریکایی ها و اینا خب برای ازی که یه خدمت بسیار بزرگ است که شما کردیم که ایره به لسان انگلیسی چاپ کردیم برای کل دنیا آیا برای هموطنان تنم در نظر داریم که ایره به فارسی که مثلا بسیار هموطنان من تابالی که ما مثلا شنیدیم بسیار آرزو دارن که کتاب بخونن اما چون به زبان انگلیسی سیر خوانده نمیتنن اینطور شما در نظر داریم که ایره به فارسی یک معجلس ما چند پیش که در امی شورای مهاجرین سان دیگو راجب این کتاب تفسیر میکردم اونجا هم رفقا افغانا خواهش کردن که اگر ترجمه شد به لسان خود ما اول عرض کنم که این کتاب را خود پوهنتون کالیفرنیا چاپ کرده این پوهنتون کالیفرنیا از پوهنتون های بسیار عمده خود شورای امریکا است و این یک خصوصیت عمده از این است که این چی نیست برای پیسه و تجارت کتاب را چاپ میکنه کتاب را فقط با اساس علمی بودن و ثقه بودن را چاپ میکنه بله. چرا او وقتی که ما ایره میخواستم چاپم شما موضوع افغانستان بسیار زیاد جلب توجه نداشت اما او چون نفهمیدن سوابق ما را دیدن و دیدن که ما خودم مشاهده شاهد بسیار واقعی بودم و در خود او افغانستان بودم بنابراین دیدن که در این کتاب خودم چیزی است اونا چاپ کردن خب این چیز ما راستی هم کلام گپ است ای به انگلیسی و انگلیسی را اکثر وطندارای ما نمیدارن و البته ای باید کتاب است که باید خود افغانها در پاکستان و در افغانستان هم برسه ای دیگه مربوط به ایست که کدام کسی حاضر میشه که ای را چاپ کنه به پشتو یا دری ما البته حاضر هستم که ای را به هر دو لسان و در آورم ترجمه کنم اما در قسمت ازی که باز ای خب یک موضوع کلان است که چاپ میکنه ایتالیا ما کدام چیز
پروگرام پیش من نیست. اگر کدام افغان ها یا مؤسسات افغان ها در ایجا یا در پاکستان حاضر شدن که اینا را میخوانند به پشتو و فارسی چاپ کنند، ما حاضر است که ترجمه کنم. بسیار تشکر. ما اولا تبریک میگم راجع به موفقیتتان در رابطه با این کتاب. ممکن است بگویید که شما در گذشته کتاب ها و مقالات و مضامین تان زیاد دیدیم، کتاب ما یا شما به زبان فارسی، پشتو و انگلیسی در حدود چند تا کتاب شاید داشته باشید؟ ما طوری که بیشتر عرض کردم، ما به می نوشتن اگر عادت دارم یا بگویم یک نفع مرض نوشتن دارم، کتاب ها زیاد نوشته کردیم و در فارسی و پشتو و همچنان یک تعداد کتاب های بسیار در راجع به افغانستان ترجمه کردیم. تعدادش واقعی شده نیفه، ممکن است یعنی 7-8 کتاب دیگه باشه با فارسی و پشتو. و در انگلیسی 3 کتاب اونده دارم. یک کتاب راجع به 16 سال اول دوره امیر عبدالرحمن خان از 1880 تا 1896 وقایع سیاسی رو دربار داره. باز کتاب دیگری که نوشته کردیم راجع به اونمو دوره است، اما اوجا چیز سوسیالوژیکی و تاریخی است که جامعه و حکومت افغانستان، تشکیلات دولتی را و جامعه افغانستان، جهات مختلف جامعه افغانستان دیگه مطالعه کردیم که بخشن یعنی امی دوره 21 ساله امیر عبدالرحمن خان دربار داره. این کتاب از یکی از پوهنتونای تکساس در آریزونا در تکساس بخشن چاپ شده. راجع به این کتابی که آل چاپ شده تاریخ پیشتر است که او یک فصلش هم عرض کردم. این چیز چهار بخش داره و بعد از او که عرض کردم، مختصر عرض کنم که این چیز بعد از او باید یک فصل دیگه راجع به امی تمام تنظیم هایی که در مقابل در جهاد فعالیت کردن و جنگیدن و دیگه گروپ هایی که در مقابل شوروی جنگیدن، راجع به اونا بحث است، اونا رو خود معرفی کردیم. و دیگه بس عمدهشان فقط همیست که چه رقم حکومت پرچمی زیر اثر کابل شوروی میخواست که یعنی حاکمیت خود را به افغان ها بس کنه و یک وسیلهش مثلا خاد بود و دیگه مسائل چیز پالیسی های عمده قومی و اداری و غرزال که اینا را چی کرده و ای که چه رقم ترور میکردن، یک فصل دیگه نمیست. و فصل دیگهش چیست؟ فصل اخیری و بسیار عمدهش فقط همیست که امو پالیسی ها و عملیات خود نظامی شوروی و رژیم کابل که او تقریبا جنوساید با افغانستان بود، یعنی قتل عام با افغان ها بود، امور بسیار بسیار دقیق مطالعه کردن، مخصوصا در اطراف کابل، لوگر و شمالی و پغمان و این امیاره که دویجه کابل